ممکنه یکی جمهوری اسلامی رو هم قبول نداشته باشه، اما ایرانی باشه، غیرت ایرانی داشته باشه، این باج ها رو حاضر نیست بده. آمریکا به کمتر از این قانع نیست. چرا نمیفهمن؟ مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکنه. بله اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. دیروز بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه. مردم رو خوشحال کردن دیروز. این کم فروشی رسمی باید جلوش گرفته بشه. یه وقت قدیم بود و ترازویی بود و طرف خودش هم میدید و کاملا این میزان میکرد این ترازو رو. الان در واقع کم فروشی رسمی میشه بسته‌بندی هایی که کالا درش کم وجود داره. این نباید حتما باشه. خیلی به خوب بود، یعنی نسب باخت اولی روحیه‌ای که اونا داشتن من خودم بعد باخت نداشتم. خانم بچه ها رو جمع کردم و مغازه رو بستم، رفتم نشستم جات خالی زر تخمه هم گرفتیم و دیگه روز به چشمی توی دروازه. افتخار منه، این پرچم ناموس ماست، افتخاری پیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم‌ها و آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. هیچ ایرانی با غیرتی حتی اگر جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد حاضر نیست به آمریکا باج بدهد. رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از بسیجیان با بیان تحلیل کلان از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسلام و شکست نقشه راهبردی آمریکا در مقابل ملت ایران گفتند امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کنند. در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بسیجیان سراسر کشور به مناسبت روز بسیج دریافت می‌شد، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ابتکار امام در تشکیل بسیج در آذر 58 گفتند بسیج در نگاه امام فقط مربوط به میدان نظامی نیست، بلکه بسیجی باید در همه میدان‌ها حضور داشته باشد. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین ویژگی‌های فرهنگ بسیجی به خدمت بی‌تظاهر و بی‌توقف به اجتماع و کشور و حضور بی‌محابا دلاورانه و با همه توان در میدان‌های مقابله با دشمن اشاره کردند و گفتند فرهنگ بسیجی فرهنگ مجاهدان گمنام است که بدون چشم داشت و با خطرپذیری از همه وجود خود برای خدمت به کشور مایه می‌گذارند و برای رهایی بخشیدن دیگران مظلوم واقع می‌شوند. همچنان که در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دوچار مظلومیت نشود. ایشان پرهیز کامل از ناامیدی در هر شرایط را از ویژگی‌های مهم فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند برخلاف برخی سخنان روشنفکری انقطاع نسلی در بسیج وجود ندارد و بسیجیان نوجوان و جوان امروز با وجود اینکه امام و دفاع مقدس را ندیده اند همچون دهه شصتی ها با همان روحیه در میدان کار و تلاش و جهاد هستند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به تحلیل جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسلام پرداختند و با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود 15 سال قبل به وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. رهبر انقلاب خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که عبارت است از شکست آمریکا در این 3 کشور. این نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد
با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. حالا معلوم میشه که چرا اسم حاج قاسم سلیمانی برای ملت ایران اینقدر محبوبه، برای دشمنان ایران اینقدر مغضوبه. از آوردن اسمش عصبانی میشن، خشمگین میشن. حضرت آیت الله خامنه ای بسیجیان را به فهم و تحلیل کلان از این کارزار وسیع و پرهیز از محدود کردن دید خود به درگیری با چند عنصر ضد انقلاب توصیه کردند و گفتند با این تحلیل کلان است که میتوان فهمید علت اصرار دشمن بر برجام های دو و سه چه بود؟ برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه ای خودش راه کن. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه، پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه، با تفنگ انفرادی بیاد با تانک‌های ما مبارزه کنه. معناش این بود دیگه. اصرار اونها این بود. حالا یه عده‌ای هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونها رو تکرار می‌کردن. میدان نبرد اینه. شما توی این میدان دارید مبارزه می‌کنید. ایشان حضور بسیج در کشور را سینه سپر کردن در مقابل چنین توطئه‌های بزرگی دانستند و خاطر نشان کردند شما بسیجیان در این میدان نبرد از حرم دفاع و با داعش دستساز آمریکا مبارزه کردید و به دلاوران رزم‌آور لبنان و فلسطینی‌ها هر چه توانستید کمک کردید و باز هم کمک خواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز تأسف از تحلیل‌های سست و بی‌مایه برخی افراد گفتند بعضی از این افراد در روزنامه‌ها و فضای مجازی می‌گویند برای تمام کردن اختشاشات باید مشکلتان را با آمریکا حل کنید و صدای ملت را بشنوید. حضرت آیت الله خامنه ای با طرح این سوال که چگونه مشکل آمریکا با ایران حل می شود گفتند آیا مشکل با نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن از آمریکا حل می شود؟ رهبر انقلاب با یادآوری مذاکرات الجزایر با آمریکایی ها در سال 59 بر سر آزادی گروگان ها و تعهد آمریکا به آزاد کردن ثروت های ایران و پرهیز از مداخله در امور داخلی ما گفتند ما همه گروگان‌ها را آزاد کردیم اما آمریکا به تعهدات خود از جمله رفع تحریم‌ها و آزاد کردن ثروت‌های مسدود شده ملت عمل نکرد. ایشان بدعهدی آمریکا در قضیه برجام یعنی برداشتن تحریم‌ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت هسته‌ای را نمونه دیگری از بطلان حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره دانستند و افزودند مذاکره مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند بلکه باج دادن به آمریکا مشکل را حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و هر بار باج جدیدی خواهند خواست. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه افزودند اول می گویند غنی‌سازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنی‌سازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی را مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را. کدوم ایرانی با غیرتی حاضره که یه چنین باجی بده؟ من نمیگم جمهوری اسلامی، ممکنه یکی جمهوری اسلامی را هم قبول نداشته باشه، اما ایرانی باشه، غیرت ایرانی داشته باشه، این باجها را حاضر نیست بده. آمریکا به کمتر از این قانع نیست. چرا نمیفهمن؟ مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکنه. بله اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این، این همه شهید دادن برای این. رهبر انقلاب در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان مبنی بر شنیدن صدای ملت خاطرنشان کردند
صدای رعداسای ملت در 13 آبان امسال بلند شد. شنیدید؟ شما بشنوید صدای ملت رو. مگر از تشییع جنازه شهید سلیمانی چقدر گذشته؟ اون جمعیت عظیم صدای ملت ایران بود. اون تشییع جنازه 10 میلیونی یا شاید به یه معنا بیش از 10 میلیونی، این صدای ملت ایران بود. امروز تشییع جنازه شهدا صدای ملت ایرانه. یک شهید در اصفهان، در شیراز، در مشهد، در کرج، در هر جای دیگه شهید میشه، خیلی جمعیت مردم راه میفتن، شعار میدن علیه تروریست، علیه اغتشاشگر. صدای ملت اینه. شما چرا نمیشنوید صدای ملت رو؟ ایشان در بخش پایانی سخنانشان بسیجیان را به حفظ روحیه و ایمان بسیجی، هوشیاری در مقابل نقاط ضعف و نقشه های دشمن، رشد معنوی و مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاسد در بسیج توصیه کردند و گفتند امروز مهمترین شیوه بدخواهان جعل و دروغ پردازی به وسیله تلویزیون هایشان یا فضای مجازی است. در مقابل این شگرد با عمل به وظیفه جهاد تبیین، روشنبینی خود را افزایش دهید و اجازه ندهید دشمنی که بیش از تسلط بر سرزمین ها به دنبال تسلط بر مغز هاست به این هدف دست یابد. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه دیگر با تأکید بر این که آمادگی عملی خود را حفظ کنید و غافلگیر نشوید گفتند حواس همگان به خصوص مسئولان کشور باید در خصوص مسائل اطراف کشور هم جمع باشد، چرا که برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم مناطق شرقی کشور مهم است و باید حواس ما به همه اینها باشد که دشمن چه کاری می‌خواهد انجام دهد. رهبر انقلاب با اشاره به استفاده مستکبران از فرصت جام جهانی و غفلت ناشی از تمرکز همه چشم‌ها به آن برای انجام کارهای دیگر، ضمن تأکید بر مراقبت و هوشیاری در این مقطع، به پیروزی دیروز تیم ملی فوتبال ایران نیز اشاره کردند. دیروز بچه‌های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردند. انشالله چشمشون روشن باشه. مردم رو خوشحال کردند دیروز. رئیس قوه قضاییه دستور داد به مناسبت برد ایران در برابر ولز، مقدمات آزادی زندانیانی را که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارند فراهم بشه. در دستور آقای اجرایی اومده کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدن یا اموال مردم رو به آتش کشیدن قابل بخشش نیستند و آزاد نمیشن. رئیس جمهور سازمان ملی استاندارد رو وکیل مردم دونست که وظیفه‌اش نظارت بر کیفیت کالاهاست. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی استاندارد گفت این سازمان باید بدون کمترین ملاحظه ای از تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیر استاندارد جلوگیری کنه. تأکید من به سازمان استاندارد اینه که با همکاران خوبی که شما دارید حتما بی ملاحظه، یعنی بی ملاحظه هیچ حاشیه ای و هیچ رابطه ناسالمی بپردازید به اصل کیفیت کالا. آیا این کالا کیفیت دارد یا ندارد؟ نگاه نکنید که این کالا در کدام مؤسسه شخصی و خصوصی، تعاونی یا دولتی تولید میشه. رئیس جمهور از همه نهادهای متولی نظارت بر تولید هم خواست از همه ضمانت‌های قانونی لازم برای جلوگیری از تولید کالای بیکیفیت استفاده کنند تا مردم به بهره‌مندی از کالای ایرانی ترغیب بشن. تأکید دیگر رئیس جمهور بستن قاطعانه راه کم‌فروشی است. این کم‌فروشی رسمی باید جلوش گرفته بشه. یه وقت قدیم بود و ترازویی بود و طرف خودش هم میدید و کاملا این میزان میکرد این ترازو رو. الان در واقع کم فروشی رسمی میشه بسته‌بندی هایی که کالا درش کم وجود داره. این نباید حتما باشه.
اعمال تعرفه‌های جدید مخابرات باید متوقف بشه، در حالی که معاون امور مشتریان شرکت مخابرات میگه مراحل قانونی گرفتن تعرفه‌های جدید از مشترکان تلفن ثابت اجرایی شده. مشاور رئیس شورای رقابت اعلام کرده در تعیین این تعرفه‌ها روال قانونی تحویل مدارک حسابرسی به شورای رقابت طی نشده و مخابرات باید مبالغ گرفته شده برای تعرفه‌های جدید رو به مشترکان برگردونه. ما اولا بهشون اعلام کردیم این نحوه قیمت گذاری و این اعلام افزایش تعرفه ها رو متوقف کنید. این اولین مسببه ماست، بعد هم در واقع منتظریم ایشون نمیتونن، این شرکت مخابرات نمیتونن تعرفه هاشون رو تغییر بدن تا زمانی که حسابداری قیمت تمام شده رو اعلام کنن. ببینید شورای رقابت بحث گذاشته، هیئت مدیره مخابرات اومدن. ضمانت اجرایی این حرف شما چیه آقای شجاعی؟ ما یه جایگاه قانونی داریم، چه جوری ضمانت اجرا نمی‌کنن دیگه؟ میگن خیلی خوب، ما اون وقت ما در واقع علیهشون بر اساس به استناد قانون اقدام می‌کنیم، ما جریمه‌شون می‌کنیم، جریمه میشن و اونا رو هم باید مسترد کنن به مردم. بیش از دو ماه هستش که داره عکس میشه این تعرفه ها از مردم. جریمه رو چرا تا الان اعمال نکردین؟ کی اعمال می‌کنین؟ اون مکانیزم داره، اونم ما که نمی‌تونیم همینجوری عمل کنیم. ببین فکر می‌کنم ظرف هفته آینده ما اعلام نهایی بکنیم. مخابرات از دو ماه پیش تعرفه های جدیدی به عنوان هزینه نگهداری به قبوز تلفن های ثابت اضافه کرده. مشترکان در تهران 20,000 تومان، در مراکز شهرستان ها 15,000 تومان و دیگر شهرها 10,000 تومان به طور ماهانه باید بابت هر خط ثابت پرداخت کنند. وزارت اقتصاد با هشدار به برخی اتحادیه‌های صنفی که به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفتن اعلام کرده، در صورت ادامه این روند پروانه کسب متقاضیان به صورت مستقیم از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشه. طبق اعلام وزارت اقتصاد مطالبه شرطی بیش از شروطی که برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها اعلام شده جرمه و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای متخلفان 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده. اولین مرکز ژن درمانی ایران با هدف درمان کودکان مبتلا به سرطان خون راه اندازی شد. این روش با تلاش متخصصان یک شرکت دانش بنیان و متخصصان درمانی حاصل شده. پیش از این فقط 2 شرکت دانش بنیان در جهان به فناوری درمان سرطان با استفاده از ژن درمانی دست پیدا کرده بودند. از حدود 7 سال پیش چندین هسته فناور تشکیل شدن و تبدیل شدن به شرکت نوپا یا شرکت دانش بنیان که در حال حاضر دارن روی تولید محصولات ژن درمانی کار میکنن. بعضی ها مثل این شرکتی که این محصول درست کرده به فاز جلوتری هستش، ولی شرکت های دیگه هم هستن که توی فازهای حالا عقبتر قرار گرفتن برای محصولات دیگه، اونا هم دارن کارشون رو پیش ببرن. حدود بیش از 10 هسته فناور در کشور دارن توی این حوزه کار میکنن. در معاونت علمی این برنامه ریزی جدی وجود داره که از محققین و شرکت های دانش بنیان و بقیه مجموعه هایی که علاقمند باشن روی حوزه کار کنن به طور جدی در توسعه محصول، در توسعه تجهیزات وابسته به این نوع درمان ها و همینطور بحث صادرات حمایت بشه انشاءالله. بازگشت 860 واحد صنعتی غیرفعال به تولید در 8 ماه گذشته. احیای هر بنگاه صنعتی به طور متوسط 17 شغل ایجاد کرده. بر اساس اعلام وزارت صمت، رشد سرمایه گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در بازه زمانی یک ساله فعالیت دولت 13 هم نسبت به مدت مشابه پارسال 51% بوده. وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 72% تأمین برق بخش صنعت در همین مدت خبر داد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تشکیل خانه های خلاق فرزندان شهدا و ایثارگران در 13 استان کشور خبر داد. آقای قاضی زاده هاشمی در نشست با دانشپژوهان، تشکل‌ها و کارآفرینان برتر از برنامه های بنیاد شهید برای حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت. یک سامانه تحت عنوان گنج شاهد ایجاد شده که بر اساس اون رویدادهای استارتاپی رو به صورت استانی و منطقه‌ای
ما برگزار میکنیم. این سامانه گنج شاهد اطلاعات تمام شرکت های دانش بنیان و استارتاپی ایثارگران رو شناسایی میکنه. تا به الان ما 1000 شرکت استارتاپی وابسته با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان رو شناسایی کردیم و شبکه کردیم. حمله موشکی به یک پایگاه آمریکا در شرق سوریه. منابع خبری گزارش دادند پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکا در شهر الشدادی در مرز سوریه و عراق با 4 فروند موشک هدف قرار گرفته. در پی این حمله بالگردهای آمریکایی به پرواز در آمدن و تجهیزات کمکی از دیگر پایگاه‌های اشغالگران به پایگاه شهر الشدادی منتقل شده. ستاد فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا سنتکام حمله به پایگاه این کشور در شرق سوریه را تایید کرده، اما مدعی شده این حمله آسیب جانی نداشته. و آمریکا به طور رسمی ورود هر گونه تجهیزات و فناوری مخابراتی از شرکت‌های چینی ZTE و هواوی را ممنوع اعلام کرد. مقامات آمریکا مدعی‌اند پکن ممکن است از این شرکت‌ها برای جاسوسی ضد شهروندان آمریکایی استفاده کند. وزارت خارجه چین ادعاها را چندین بار رد کرده و شرکت هواوی هم اعلام کرده این شرکت خصوصیه و ارتباطی با دولت نداره. برد تیم ملی فوتبال مقابل ولز در جام جهانی باعث خوشحالی مردم و ناراحتی دشمنان شده. خوشحالی در یک جشن سراسری. ایران ورز رو دیدم. کجا بودی؟ تو خونه بودم، تو خونه داشت سرکار داشتم نگاه می‌کردم. نه با همکارا. با همکار من و دو تا دخترم و خانوما. بعدش کجا رفتی؟ همون تو خونه بودم چون تیم ملی بود. خانم بچه‌ها رو جمع کردم و مغازه‌رم بستم، رفتم نشستم جات خالی زره تخمم گرفتیم و نشستیم تا آخرم نگاه کردیم، خیلی هم حال کردیم. خیلی به خوب بود. یعنی نسبت به باخت اولی روحیه‌ای که اونا داشتن من خودم بعد باخت نداشتم. من سر کار بودم ولی خدا شکر واقعا هیجانی بود، طوفانی بود. کجا بودین موقع فوتبال؟ ما خونه. ما بچه‌ها و همسر. بله بله. بعدش کجا رفتیم؟ بعدش خوشحال شدیم، رفتیم تو خیابون ببینیم مردم خوشحالیشون رو دیدیم. ماشاءالله با غیرت بازی کردن، همدل بودن. سردار بزن، سردار بزن، سردار این چه حکمتیه، تیر دروازه با سردار چه عقد و اخوت بسته توی مسابقات. حالا خولی زاده بیزنه یه بار دیگه تیر دروازه. چه صحنه دیروز برای شما تو بازی فوتبال موندگار شد، تو ذهنتون مونده؟ اونی که دو تا گل زد برام خیلی عالی بود. دقیقه 99 با گل روز به چشمه. یه بار دیگه روز به چشمه توی دروازه. گل روزبه و گل رامی موندگار شد. موندگار. انصاری فرد رو دستش، 4 نفره ایم. بزنید کار شیرین تر بشه، بزنید کار تکمیل تر بشه، بزنید پیروزی شیرین تر، هرچه بیشتر بهتر. خواستیم بیاییم بیرون شادی کنیم، برای چی نکنیم. الان شما واقعا خوشحالی؟ جدی؟ آره. بعضیا میگن آقا تیم ملی که برده نباید بهشون خسته نباشید بگین. عربستان هم چی صحبت؟ جا؟ عربستان میگم چی؟ اینا واقعا کسایی هستن که شاید یعنی عرق میهن پرستی ندارن. متاسفانه این مسئله رو سیاسیش کردن. جناحیش کردن و این خیلی زننده بود. مگه ملی پوشه از یه کره دیگه اومدن؟ ملی پوشه بچه های خود ما هستن. اونایی که این حرفا میزنن منظورشون چیه؟ اونا دشمنی با ما دارن، اونا با ریشه ما دشمنی دارن، با ایران دشمنی دارن. میدونی چیه؟ این غرور ملیه که وقتی که اسم ایران میاد تن دنیا میلرزه. این عشق داره واسه من. ببین قربونه، من این پرچم رو دلم میذارم. میدونی چرا؟
چون این پرچم افتخار منه. این پرچم ناموس ماست. افتخاری پیکه. حالا به قول کیروش تا صعود به مرحله بعدی رقابت‌های جام جهانی فوتبال فقط یک نیمه دیگه باقی مونده. بازی روز سه‌شنبه مقابل آمریکا و انشالله یک جشن و پایکوبی دوباره در سراسر ایران. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما. آنچه دیشب در ایران گذشت با آنچه در رسانه‌های سعودی و انگلیسی روایت شد یک تناقض آشکار داشت. رسانه‌هایی که از اعتصاب و اعتراض سراسری در فضای مجازی می‌گفتند، ناگهان با شادی سراسری مردم ایران با یک واقعیت میدانی روبرو شدند. دیروز رأس ساعت 15:24 دقیقه بعد از ظهر ایران تکان خورد. وقتی چند میلیون ایرانی اینطور از زمین فاصله گرفتند. این تصویر و حس بینندگانش به آن در صندوقچه خاطرات ایرانی ها باقی ماند. یک سری هایش هم حسابی دست به دست شد و سر کانال های خبری در ایران را شلوغ کرد. اما در مقابل دست رسانه های خارج نشین از عکس و ویدیو خالی بود. ورزشگاه احمد بن علی الریان برای همین دست به عصا لابلای تصاویر قبل و بعد از بازی ایران ویلز در پی خبر یا تصویری افتادند. فشار روشون هست، میدونیم این چیزا رو. این رسانه ها ساعت ها از برنامه‌شان را وقف کردند که بگویند خوشحالی تیم ملی ایران در لحظه گل زدن نه از روی عشق به وطن که از روی هیجان غیر کنترل شده بود. آدرنالینی که در وجود این بچه‌ها در ثانیه‌های پایانی ترشح کرده، واقعا اون احساسات کنترلش از افتی هست. نتیجه به اینها بتونن احساسات خودشون رو کنترل بکنن خیلی خیلی کار سختیه. شما باید خودتو کنترل می‌کردی. بعد هم که مردم به پاس تلاش بچه‌های تیم ملی ایران سانت به سانت خیابان‌ها را پر می‌کردند، گفتند این مردم از پیروزی ایران ناراحتند و خیابان‌ها خالی است. با وجود برنده شدن تیم فوتبال ایران در مقابل ولز، خیابان‌ها کاملا خلوت هستند. از نظر آنها حتی تماشاچیان حاضر در ورزشگاه قطر نه فارسی زبان بودند و نه ایرانی، هندی و بنگلادشی بودند. یعنی کارگرای خارجی که بهشون پول داده شده که بیان و با پرچم جمهوری اسلامی اونجا در ورزشگاه حاضر بشن. اما تصاویر ثبت شده چیز دیگری نشان میدهند. به جای نشان دادن این تصاویر که شادی کشورهای دیگر را از برد ایران نشان می‌دهد، رفتار نیروی حراست ورزشگاه که در جهت تأمین نظم و امنیت بود را به آزادی بیان ربط دادند. گشت ارشاد قطری به طور سازمان یافته آزادی بیان تماشاگران ایرانی را نقض کرد. از خوشحالی نیروهای امنیت ایران هم برای پیروزی کشورشان این طور تیتر زدند. در رسم و رسوم رسانه آنها حتی وطن دوستان هم با پول خریده شدند. هرچند این دوربین مخفی نشان می‌دهد که تماشاگران چقدر پول گرفته بودند. لطفاً بفرمایید ما اومدیم شاهد باخت تیم حکومتی ایران باشیم. اوکی؟ اومدیم ببریم. نفر 300 دلار. اومدم اینجا. مال خود دلار. ببین من 300 دلار به تو میدم. 500 دلار میدم یه خورده. من 100 دلار به شما میدم. من 100 دلار به شما قبل مصاحبه نقد میدم. بفرمایید. لطفاً بگید ما اومدیم شاهد باخت تیم ایران باشیم. باخت تیم حکومتی ایران. اما آنچه که ماند ایران بود و آسمان که از بالا این تصاویر را ثبت کرد. از صحبت‌های وزیران ورزش و اقتصاد تا مصاحبه‌های شهردار تهران و دبیر شورای فرهنگ عمومی زیر ذره‌بین گزارش زبان معیار امشب. صحبت‌های وزیر ورزش و جوانان در حیات دولت چند نکته زبان معیاری داشت. آرایش رو به جای ارنج نگفت. بهترین ارنج و بهترین تصمیم از سوی کادر فنی. خودیابی رو هم به جای ریکاوری به کار نبرد. ریکاوری رو عرض کنم که تمرینات ویژه خودشون بود. آقای سجادی البته یک جا هم معادلی ابتکاری برای لیدرهای فوتبالی گفت. از اول تا آخر سرمشوق‌ها یا به قول خودمون لیدرها. اسمش روشه دیگه. شورای فرهنگ عمومی کشور. از دبیر شورا هم توقع میره حواسش به زبان فارسی
بیشتر جمع باشه. البته در لباس طرفداری که الان روی مانیتور میبینید این کارکتر یوز ایرانی، البته آقای قاسمی خیلی جاها هم حواسش بود از معادلهای فارسی استفاده کنه که از جمله اونها ویژن به جای برند، ویژندها و شرکتها و پویانمایی به جای انیمیشن بود، یا در پویانمایی یا در لوازم و تحریر. در نشست واگذاری خودروسازها هم یک مفهوم به دو شکل گفته شد، یک بار در قالب واژه فرنگی از زبان وزیر اقتصاد، سهام 12% هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، بار دیگه هم به شکل معادل فارسی و از زبان رئیس سازمان خصوصی سازی. شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای اومدن چرخه و حلقه ایرادشون چیه که به جاشون از سیکلو لوپ استفاده میکنیم؟ اون سیکلی که میفته عملا ما چی میشیم؟ عملا لوپ اولو که میزنیم همینجوری هی باز میکنیم. میز خطابه وزارت خارجه هم باید بر اساس قانون حروف و کلمه های انگلیسی روش ریستر و کمتر از حروف و کلمه های فارسی باشه. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خدا حافظ. Thank you.